درود بر شما همراهان گرامی، به کانال خبری کیوسک خوش آمدید. 50مین روز از اعتراضات مردم در ایران که در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، روز شنبه 14 آبان با برگزاری تجمعاتی در چند شهر ایران و اعتراض و تحصن در دانشگاه‌های مختلف ادامه یافت. دانشجویان در دانشگاه‌هایی چون شهید بهشتی، امیرکبیر، علامه طباطبایی، علم و صنعت، شریف، تهران، خوارزمی کرج، یزد، گیلان، کرمانشاه، آزاد تهران شمال، واحد علوم و تحقیقات، آزاد سنندج، آزاد مشهد، آزاد اسلام شهر و دیگر دانشگاه‌ها دست به تجمع زدند. بر اساس ویدیوهای دریافتی، این دانشجویان با شعار سیستم فاسد نمی‌خوایم، رژیم قاتل نمی‌خوایم و 1500 نفر کشته آبان ما اعتراضات خودشون رو بیان کردند. اونها همچنین ضمن تجمع در محوطه دانشگاه خوارزمی شعار توپ تانک مسلسل زیر عبای رهبر سر دادند. اما در بسته خبری امشب خبرهای مهمی از دومینوی فروپاشی جمهوری اسلامی را خواهیم داشت. تشت رسوایی رژیم بر زمین افتاده و بالاخره اختلافات و درگیری‌های شدید نهادهای امنیتی برملا شد. حمید رسایی، چهره سیاسی معروف، با پیام ویدیویی و بیان اظهاراتی بی سابقه خواستار عزل شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. همچنین خبری داریم از جنایت سپاه که در این شرایط میتونیم نام جنایت جنگی رو برون بگذاریم. ناسا از سمپاشی بر سر مردم با گاز متان توسط سپاه خبر داده. این جنایت با هدف درگیر کردن طیف گسترده‌ای از مردم با بیماری‌های انجام میشه تا بتونه تعداد معترضین در خیابان‌ها رو کاهش بده. دعوت می‌کنیم در ادامه همراه ما باشید. با لایک کردن، نوشتن کامنت و به اشتراک گذاری این خبرها با دوستانتون به همرسانی اخبار این انقلاب کمک کنید. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. برملا شدن شکاف و اختلاف شدید در میان نهادهای امنیتی رژیم بر کناری شمخانی. در ادامه اعتراف مقامهای جمهوری اسلامی به ناکارآمدی سرکوبها و ادامه خیزش انقلابی مردم، حمید رسایی از چهرههای تندروی جریان اصولگرا خواهان برکناری علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی برای مدیریت بهتر سرکوب اعتراضات شد. محمد رضا باهنر هم اتحاد نهادهای امنیتی را خواستار شد. بر اساس یک فایل صوتی که در آن صدای حمید رسایی، نماینده سابق مجلس، شنیده می شود، او برای بهتر مدیریت سرکوب اعتراضات خواستار برکناری علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شده. به گفته رسایی، مقامات همه نهادهای دخیل در سرکوب که او با آنها صحبت کرده، دلیل ناکامی در سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را عملکرد علی شمخانی می‌دانند و آدرس دبیر شورای عالی امنیت ملی را می‌دهند. او گفت که عالی ترین سمت بعد از رئیس شورای عالی امنیت ملی، یعنی ابراهیم رئیسی، دبیر این شوراست و اعلام کرده که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مدیریت سرکوب اعتراضات ناکارآمد بوده. رسایی گفت علی شمخانی دبیر مورد اعتماد حسن روحانی و از مسببین وضع موجوده و در کنار حسن روحانی باید پاسخگو باشد. او همچنین گفت که شمخانی ناکارآمدیش را در آبان 98 و برخورد با اعتراضات آن سال نشان داده و به دلیل حواشی اقتصادی باید پاسخگو باشد. این نماینده سابق مجلس ادعا کرده که بعد از سخنان حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در مراسم بزرگداشت کشته شدگان حمله به شاهچراغ شیراز گفت از فردا دیگر کسی به خیابانها نیاید، اعتراضات باید تمام میشد. به گفته رسایی، فرمانده کل سپاه پاسداران اجازه حضور مقامات اداری و امام جمعه شیراز را در جایگاه مراسم نداده و همه نیروهای نظامی را به صف کرد. پیش از این نیز برخی تحلیلگران دلیل و هدف ایستادن فرماندهان نظامی در جایگاه این مراسم و حاضر نبودن مقامات دیگر را تلاش برای ارعاب مردم ذکر کردند. با این حال، بعد از این نمایش و تهدید سلامی مبنی بر اینکه دیگر به خیابان نیایید، تجمعات اعتراضی مردم در قالب خیزش انقلابی همچنان ادامه دارد. من به عنوان کسی که بین مردمم، با اونا ارتباط دارم، نه محافظ دارم که در ماشین برام باز کنه، نه کسی که بره برام خرید بکنه، کارمون خودم انجام میدم، ارتباط مستقیم با مردم دارم، هر روزم هر کجا دعوت میکنن بر اساس رسالت جهاد تبیین تو جمع مردم حاضر میشم. تو این فتنه اخیر و آشوب‌های اخیرم عافیت طلبی نکردم، تو میدون بودم. میخوام بگم آقای رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، مردم از شما گلایه دارن، مردمی که برای انقلاب هزینه دادن بازم هزینه میدن، مردمی که زیر فشار سنگین این مشکلات اقتصادی دلشون به وجود امنیت تو این کشور خوش بود، از شما گلایه دارن. برای مردم واقعا سوال ها چرا نهادهای امنیتی قضایی تو برخورد با این آشوبگرای داعش صفت اینقدر دست دست میکنن؟ سوال براشون چرا اجازه میدین یه عده داعش صفت اینطور بیافتن به جون امنیت کشور و نهادهایی که انگار تماشاچی ان؟ چرا 100 تا 200 تا دانشجو حق دارن تو دانشگاهایی که حدود 10,000 دانشجو داره، استاد فرهیخته داره، با رکیک‌ترین الفاظ جنسی شعار بدن، خوابگاه آتیش بزنن، هجوم ببرن، اتاق ریاست دانشگاه رو درش رو بشکنن، هر روز این کارا رو تکرار بکنن؟ برای مردم واقعا سواله چرا با چهره‌های ورزشی و سینمایی و سلبریتی‌هایی که تبدیل شدن به بلنگوهای دروغ پراکنی توی این فضای مجازی و تقویت خط رسانه‌ای که رسانه‌های بیگانه دارن، چرا با اینا هیچ برخوردی نمیشه؟ کسی کار به کار اینا نداره. برای مردم سوال آقا قوه قضاییه چرا اینقدر منفعله؟ دست 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 میکنه، همش دست به اساس. چرا هر روز باید شاهد حمله به نیروهای مظلوم ناجا باشیم، حمله به بچه‌های بسیج باشیم، هی هر روز شهید بدیم، هر روز خبر شهادت اینا رو بشنویم؟ اگر هم تو حادثه شاهچراغ شیراز قابل اغماز بود، دیگه بعد از اون قابل اغماز نیست دیگه. بعد از اینکه سردار سلامی رفت اون بالا، تمام فرماندهان نظامی رو اون بالا به صف کرد و مسئولین اداری، حتی امام جمعه رو گفت برن پایین و ایشون هشدار داد، بعد از اون دیگه قابل قبول نیست. چرا اینقدر انفعال وجود داره؟ من به عنوان کسی که بررسی کردم، رفتم نشستم با این مسئول با اون مسئول صحبت کردم تو این ایام، مسئولین بسیاری از این نهادها همشون آدرس یه جا رو میدن، دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی. خب آقای رئیسی، بعد از ریاست شورای عالی امنیت ملی که حضرت عالی هستید، مهمترین جایگاه، کلیدی‌ترین جایگاه، تاثیرگذارترین جایگاه توی این نهاد دبیر شورای عالی امنیت ملیه. دبیر این شورا یعنی آقای شمخانی 8 سال مورد اعتماد حسن روحانی بود. آقای شمخانی از جمله مسببین وضع موجوده. در کنار اون آقای روحانی باید پاسخگوی فرصتایی باشن که اینا با بی‌تدبیری یا تدبیر خاص خودشون، با اعتماد نابجای خودشون به بعضیا، استفاده از مدیران مسئله دار و فاسد، اینا فرصت‌ها رو سوزوندن. آقای شمخانی ناکارآمدی خودش رو توی قائله بنزین سال 98 و اون برخوردی که با اون اختشاشات اون سال داشتن نشون داده. آقای شمخانی به دلیل حواشی پرسرصدایی که درباره عملکرد اقتصادی اطرافیان و منسوبانش مطرحه باید پاسخگو باشه. برای همه ثابت شده که آقا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در برخورد با کسانی که تو این 40 روز جان و مال و ناموس و معیشت و کسب و کار و امنیت مردم رو اینا گروگان گرفتن و دست دراز کردن به اون سمت و دارن تجاوز میکنن به این حوزه ها، دبیرخانه ناکارآمده. والا این صحبت هایی که ریاست دانشگاه تبریز ازش تو فضای مجازی منتشر شد که هشدار داد به اون چند 10 نفر دانشجویی که توی دانشگاه تبریز اختشاش میکردن، گفت از اینجا به بعد با من طرفین. مردم میگن آقا دبیر شورای عالی امنیت ملی رو رئیس این دانشگاه بذارن بیشتر میتونه جمع بکنه قصه. آقای رئیس، مردم از وضع بد اقتصادی انتقاد دارن، حتی خیلی اعتراض دارن، ولی مردم ایران وحشی نیستن، داعشی صفت نیستن، فحاش نیستن، قاتل نیستن، غمکش نیستن، جانی نیستن، بی‌حیا نیستن. این 2,000-3,000 نفر که تو کل کشور تو گروه‌های چند صد نفره 40 روز آسایش و امنیت و اقتصاد و معیشت و کسب و کار و جان و مال و ناموس مردم رو گروگان گرفتن، اینا مردم نیستن. بابا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شخص آقای شمخانی در برخورد با این داعشی‌ها داره تعلل میکنه. آقای شمخانی واقعا ناکارآمده در برخورد با اینا. دیگه به اینجای مردم رسیده. شما به مدیرانتون توصیه کردین که آقا هر کس مسبب وضع موجوده باید تغییر پیدا بکنه. باید خودتون دبیر سه دبیرخانه مهم کشور رو، سه دبیرخانه عالی کشور و شوراهای عالی کشور رو تغییر ندید. همون افراد ناکارآمد مورد اعتماد دولت قبل آقای روحانی رو همچنان سر کار نگه داشتید و این اختشاشات و خونهایی که داره ریخته میشه، این اعصاب خورده‌ای که برای مردم هست و این فضایی که کف خیابونا به وجود اومده محصول ناکارآمدی این سه دبیرخونه است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی. چه بلنگاری تو فضای مجازی، چه وضعیتی که ما تو برخورد با برخی معضلات فرهنگی داشتیم و چه تو مسائل امنیتی، هر ستاش مربوط به این سه دبیرخانه میشه که هر ستاش باقی مانده دوره آقای حسن روحانی هستن که باید به دلیل ترک فعلها و انجام فعلهای مسئله دار اینا برکنار می شدن و جواب پس می دادن. شما امروز فردا کردی. سوال مردم اینه که آقا توی این بخشای مهم از مدیریت کشور چرا همچنان حسن روحانی رئیس جمهوره؟ الان واقعا سواله برای همه. آقای شمخانی باید پاسخگوی این مسئله باشه، باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشه و این ناکارآمدی باعث شده دودش داره تو چشم 80 میلیون میره. از سوی دیگر محمد رضا باهنر نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نیز درباره تلاش‌ها برای سرکوب اعتراضات گفت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور باید یک مقدار متحدتر و با هم همراه باشند. او تاکید کرد بیانیه تبیینی که اخیراً وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مشترکاً دادند یک روزنه امیدی بود که نیروهای اطلاعاتی بیشتر همدلانه کار کنند. اما سعید حجاریان از مقامات سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و از چهره‌های امنیتی که در دهه 70 مغز متفکر و تئوریسین اصلاحات لقب گرفت نیز در مصاحبه با انصاف نیوز به اختلاف نهادهای امنیتی در موضوعاتی چون پرونده فعالان محیط زیست اشاره کرد. او گفت در ماجرای مرگ مرحوم کاووس سیدمامی و پرونده محیط زیستی ها یک دستگاه اطلاعاتی گفت اینها جاسوسند و دستگاه دیگر نظر عکس داشت. در این مواقع تکلیف چیست و چه کسی باید داوری کند؟ من معتقدم در مسائل مهم و حساس تا حقیقت مشخص نشود نباید حرفی را باور کرد. حجاریان در عین حال درباره اطلاعات مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه گفت این روش و رویه معطوف به حل مسئله نیست، یعنی تفاوتی با نطق‌ها ندارد. او همچنین درباره لباس شخصی ها گفته باید فشار آورد تا نیروهای لباس شخصی در خیابان حضور نداشته باشند. خطرناکترین نیروهای بی‌شناسنامه هستند، زیرا هر خفتگیر و زورگیر و مجرمی می‌تواند تحت عنوان نیروی لباس شخصی به اموال مردم صدمه بزند یا به جان آنها لطمه‌ای وارد کند. اساساً حل نشدن مسئله لباس شخصی ها ناظر به بحث مسئولیت ناپذیریشان است و گویا هنوز اراده‌ای برای مسئولیت پذیری وجود ندارد. مجموعه این اظهارات در حالی مطرح می شود که در سالهای گذشته نهادی به نام شورای هماهنگی اطلاعات برای هماهنگی نهادهای امنیتی تشکیل شد. این نهادها در شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور هم اقدامات خود را هماهنگ می کنند. سمپاشی بر سر مردم با گاز متان توسط سپاه پاسداران. صفحه رسمی ناسا با انتشار گزارشی از مناطق ابر انتشار گاز متان در کره زمین نقطه‌ای در جنوب تهران را به عنوان یکی از سه نقطه اصلی تولید این گاز آلاینده بسیار مخرب معرفی کرده. جایی از تهران که زباله‌های تولید شده در شهر تهران در آنجا انباشت و بازیافت می‌شود. آدرس ناسا از متان در تهران، مجتمع پردازش و بازیافت زباله در اطراف فرودگاه امام خمینی مدت هاست محل انتشار بوی نامت بو است، به طوری که شدت بو به قدری است که مسافران فرودگاه در اتوبان تهران قم آن را احساس می کنند. آخرین تصاویر ماهواره‌ای ناسا نشان می دهند که توده‌ای از گاز متان به طول تقریبی 5 کیلومتر جنوب تهران را در بر گرفته است. به دلیل قرار گرفتن در معرض گاز متان و مسمومیت، افراد ممکن است از طیف وسیعی از اثرات طولانی مدت رنج ببرند، از جمله مشکلات قلبی، عروقی، تنفسی و عصبی، توسعه سر، ذات‌الریه، کلاستروفوبیا و مشکلات قلبی، از دست دادن حافظه و افسردگی. تحلیلگران سیاسی این اقدام را در راستای عجز دستگاه‌های امنیتی در سرکوب معترضان دانسته و این گزارش را در ادامه خبرهای مبنی بر آلودگی آب شرب چند شهر در ایران برای بیمار کردن مردم با هدف کاهش جمعیت معترضان در خیابان‌ها دانستند.